مغلا کی بودن؟ کی بودن؟ از کجا آمدن؟ کجاها رو گرفتن؟ چطوری گرفتن این همه جا رو؟ کجاها رو نگرفتن؟ اصلا قصه اینها چی بود؟ توی این ویدیو درباره مغلان صحبت میکنیم. اگه یه تابلوی نقاشی بزرگ داشته باشیم از همه تاریخ تمدن بشری چند تا دوره هستن که توش شاخصن چشم و میگیرن چند نفر خاص هستن که تأثیرشون خیلی بیشتر از بقیه بوده دور اینا یه میبینیم خیلی اتفاق افتاده نه فقط به خاطر اینکه اینا رهبران فاتح بزرگ بودن خیلی جهان گشایی کردن تأثیرشون فراتر از اینه اینا کسایی هستن که به تاریخ شکل دادن مغولان و مخصوصا چنگیز خان که بنیانگذار مغول ها بود اولین رهبرشون بود از این آدم ها هستن در تاکتیک های جنگی درخشانشون در نظم و فرمانبری مثال زدنیشون در بیرحمی بیمرز و حدشون در جنگ و بعد از اون طرف در رواداری و وفق پذیریشون در موقع حکومت در مهارت بیمانندشون در نبرد در مبارزه در تیراندازی در اسب سواری و بعد دخور قافلگیرکننده گیر کننده در سیاست ورزی در حکومت کردن حداقل اون جایی که بلد نیستن کار رو بسپرن دست کسی که بلده اینا همه شاخصشون میکنه مغول رو کم آدمای نیستن کم خشونت نکردن برآورد میکنن جنگ هایی که چنگیز خان راه انداخت تا چهل میلیون نفر رو کشت چهل میلیون نفر تو دنیای اون موقع ده درصد جمعیت اون روز دنیا بمبم در کار نیست تفنگم در کار نیست توپ هم در کار نیست با دست یعنی شما فکر کن با مقیاس جمعیت امروز دنیا نگاه بکنی یکی بیاد یه جنگ هایی رو شروع کنه که 800 میلیون نفر آدم بکشه 800 میلیون نفر اینطوری که نگاهش میکنیم معلومترمون میشه که چه کار کرده فقط کشتن نیست کشتن ویران کردن آتیش زدن تجاوز یک مطالعه ژنتیکی میگه که احتمالا حدود حداقل 5 درصد مردای دنیا یک نسبی به چنگیزخان خان میبرن یعنی 800 سال پیش 818 سال پیش این گوشه دنیا کسی به قدرت رسیده که ظرف چند سال خودش و جانشینانش از پادشاهی های قدرتمند چین تا این طرف خارزمشاهیان و عباسیان و روسها و بلغارا و گرجی ها و سلجوقیان روم و خیلی های دیگر رو شکست دادن از آسیای میانه شروع کردن هم شرقشون رو گرفتن تا چین و کره هم غربشون رو ایران و عراق و قفقاز و سوریه و ترکیه و شامات و فلسطین و اسرائیل و همین غزه امروز و تا اینجا رسیدن از اون طرف رفتن تا بلغاری های ولگا رو شکست دادن روس ها رو شکست دادن اوکراین در اوکراین امروز لهستان و مجارستان رو داشتن میرفتن سمت غرب اروپا وین رو میخواستن بگیرن که دیگه نشد فرماندهشون خانه اون موقعشون مرد اینا برگشتن برن سر مراسم ختم و این برنامه ها که دیگه فتوحاتشون هم متوقف شد دیگه برنامه قطع شد دیگه. حالا ولی اینا کی بودن اینا از کجا اومده بودن کجاها رو گرفتن بریم یه خورده اینا رو ببینیم و بعدم ببینیم که آیا واقعا مغول ها فقط کشتن و آتیش زدن و تجاوز کردن یعنی اینطوری بود که اینا یک عده آدم وحشی باشن بی بهره از قانون و قاعده زندگی و زندگی اجتماعی و بی عنایت و بی اعتنا به حساب و کتاب های انسانی چون یه همچین تصویری داریم دیگه این, ت... این تصویر چقدر واقعیه یا اصلا یه طور دیگه بپرسیم تصویر چقدر شدنیه چقدر میشه که یه کسی اینطوری باشه یه قومی یک گروه حاکمی اینطوری باشه فرض کن که اصلا خودشون هم دنبال این نبودن که هیچ مشکلی رو حل کنن هیچ مسئله ای رو نمیخواستن حل بکنن به زبان امروز تصادفی هم نشده که دستشون رفته باشه یه کار درستی بکنن یعنی اگه کردن چی بوده اصلا درسته که اینطوری نگاه کنیم از نظر اخلاقی از نظر وجدانی درسته که الان بعد از 800 سال بشینیم بگیم که بله اینا این همه کشتن و سوختن و سپوختن ولی این کارهای مثبت رو هم کردن اگر بگیم درست نیست یعنی بگیم نباید از کارهای مثبتشون اگر داشتن صحبت بکنیم یعنی داریم عمدن چشممون رو روی یک بخشی از تاریخ میبندیم اگر از اون بگیم درسته که مثبتاشون رو ببینیم باید جواب اینو بدیم که چی شد که درست شد؟ چی شد که روا شد؟ از کی روا شد این کار؟ که از مصبت های بگیم مسئله مرور زمان بود یعنی فجایع مغل مشمول مرور زمان شد چقدر بگذره میشه از اخلاق خوش جلاد متجاوز تعریف کرد که چه وقتی یه وقتایی هم چه خوشنمک میشد مثلا از جانیان و خونریزان بعدی تاریخ چقدر باید بگذره که بشه یا رومون بشه شروع کنیم تعریف کردن از کارهای تعریفیشون اگر کار تعریفی دارن یا اینکه اصلا نفکر میکنیم اساسا یه کسانی و حکومتهایی هستن که مطلقا هیچ خوبی برای هیچ کسی نداشتن اینا اینا سوالای راحتی نیست یعنی جوابای راحتی نداره حالا درباره جنایات مغول وقتی حرف میزنیم مخصوصا برای ما که میدونیم با ایران چه کردن با توس و نیشابور چه کردن با بخارا و سمرقند چه کردن با مرو و کابل چه کردن با حرات چه کردن با اصفهان و با دامغان و اردبیل و همدان و بغداد و چه بر سر ایران آوردن با ایرانیان چه کردن با همسایه های ایران چه کردن سخته برای ما که بخوایم به دستاورداشون فکر بکنیم همونطوری که الان به خاطر فاصله زمانی که همون سخته به دستاورد یا کار مثبتی اگه هیتلر داشته فکر کنید که بیاد بگی که میخوام حالا دستاوردهای هیتلر رو بگم میخوام از دستاوردهای درخشان استالین صحبت بکنم سخته ولی بیفایده نیست حالا در مورد جانیان قرن بیستم صحبت نمیکنم ولی درباره مغلها سخته ولی بیفایده نیست دست کم برای نرمش ذهن به نظر من این کار کار خوبیه من اینو اولین بار از دن کارلین چنیدم توی پادکست هاردکور هیستوری خیلی سال پیش من موقع خودم هنوز اصلا پادکست نمی ساختم. یه سریالی درست کرد درباره مغول یه سریال دیگه هم داشت درباره جنگ جهانی اول این دوتا اصلا از تأثیر گذارترین چیزهایی شد که من در زندگیم شنیدم یعنی خیلی از کارهایی که من در این سالهای بعدش کردم چیزایی که خوندم دیدم شنیدم ساختم یا تو ساختنش مشارکت کردم با همون پادکست های سریالی که گوش دادم از دنکالین بذرش کاشته شد در ذهنم و از این نظر واقعا بدون اینکه خودش خبر داشته باشه دامنه اثرش یه جاهایی رفته که فکرشون نمیکنه خیلی پر رونق و الهام بخش بوده کارش ما حالا نمونه کوچیکش یه روزی امیدوارم که خودش همین رو بدونه و خوشحال بشه به خاطرش خلاصه دن نه تنها من رو به پادکست علاقه من تر کرد نه تنها آتیش علاقه من به تاریخ رو دوباره روشن کرد زنده کرد در من بلکه این تلنگر سنگین رو هم به هم زد که به این فکر کنم که چند وقت باید از جنگ جهانی دوم و جنایت آلمان نازی بگذره که کم کم بشه در دواره دستاوردهای هیتلر کارایی رو که درست فهمید درباره این چیزاش صحبت کرد فکر کردن به این موضوع خیلی آر الان اذیت میکنه ولی در آینده چی؟ اینجا کاری که میخوایم بکنیم اینه که حالا در کنار گفتن اصل قصه یه خورده از میراث مغلا هم بگیم زیاد نه ولی دوره تغییر هم بوده دوره مغلا دیگه میخوایم از این هم بگیم دوره تغییرات بزرگ بوده دوره تخریب سازنده بوده یه دورهایی در تاریخ هستن همه چی خراب میشن که راه باز بشه که چیزهای تازه ساخته بشن تخریب سازنده یه, یه ویژگی داره دوره مغول که تبدیلش میکنه به یکی از نمونه های این دوره ها کی بودن مغول ها ممکن ممکنه فکر کنیم از مغولستان می قطعا فکر اشتباهی داریم میکنیم نه تنها اینا از مغولستان امروز نمی اومدن اصلا اینطوری نبود که اینا همه از یه جا بیان یعنی مثلا یه جماعتی باشن در پیوند با هم مثل یک ملتی کنار هم زندگی کنن نه اینطوری نبود مردمان مغول اینا قبیله هایی بودن پراکنده در یک فضای بزرگی در یک منطقه خیلی خیلی خیلی, خیلی وسیعی که هر قبیله‌ای واس خودش بود حالا بین اینا روابطی بود دوستی بود دشمنی بود ولی با هم نبودن یک ملت نبودن حتی اینطوری نیست که ما بگیم که اینا یک نژاد بودن نژادی به نام مغول نداشتیم مغلا در واقع یکی از اشیره های ترک و تاتار بودن که در نواحی استپ زندگی میکردن استپ یک نوار شرقی غربی دراز از شرق آسیا تا شرق اروپا دشت های وسیع خشک تو اروپا از اوکراین و از مجارستان در واقع شروع میشه میره به اوکراین یعنی خود اروپای شرقی توشه بعد میاد به سمت غرب روسیه میاد به سمت آسیای میانه از بالای قفقاز و اینا رد میشه میره تا قزاقستان و میره تا مغولستان و میره تا منچوری در شمال شرق چین منطقه وسیعی دوار درازیه ویژگی مشخصش اینه که در بیشترش کشاورزی نمیشه کرد ولی مثلا اسب و میتونی بندازی توش به تازونی بره اصلا اسبو میگن همین جاها اهلی کردن در استپ غربی در اوکراین و غرب روسیه اونجا جاییشه که آب و هوای یه هوا مساعدتره یه زمستون سردی داره معقول تابستون گرمی داره مطبوع بارونی میاد خاک حاصل خیزی داره ولی این استپ غربی بخش کوچکترشه استپ غربی جایی هم هست که جامعه هایی که اینجا توسعه پیدا میکنن بیشتر تکیهشون اصلا روی کشاورزیه چون میشه کشاورزی کرد ولی بخش بزرگتر این استپ ها استپ شرقیه و اون اصلا پوشش گیاهی شبیه این هست ولی آب و هواش دیگه خیلی سخته خیلی سرده خیلی خشکه اصلا تغییراتش خیلی شدیده خیلی کم آبه این میفته یه بخشش در همین مغولستان امروز در قزاقستان اینجا دیگه نه کشاورزی میشه کرد توش نه کلا زندگی راحتی میشه توش کرد سه ماه تابستون داشتن بقیهش زمستونای سرد و خشک سرد و خشک و سخت و حالا تو این بیابون سرد و خشک شما باید میرفتی دنبال غذا برای خودت و برای حیوانات معلومه که چه جنگی میشه بین اینهایی که اونجا زندگی میکنن سر منابع محدود و معلومه که وقتی یک همچین جامعه ای هست که باید اینطوری بجنگن اینا تو چی خوب میشن تو جنگ خوب میشن این اقوام بیابانگرد همش میافتادن به جون هم در جنگ و قارت و اینا چنان خبره بودن چنان کارازموده و زبل بودن که حالا بعد نتیجهش رو میبینیم در طول تاریخ داستان مردمان این منطقه این بود که اینا وقتی شرایطشون سختتر میشد یا به دلایل آب و هوایی یا تاریخی یا هرچی میافتادن دنبال راهی که برن سمت جاهای دیگه که همچه یه خود واسه زندگی مناسبتره یا برن از شرق به سمت منچوری و شمال چین یا بیان از سمت غرب به سمت اوکراین و اینا که از اینجا بیان توی اروپا مردمانی جنگاور، بیابانی، کوچ نشین زن و مرد و بچهشون آدم جنگی تیرانداز اسب سوار بچه ها رو مادرها تربیت میکردن نه تربیت با آداب سفره و چطوری با بزرگتر صحبت کن تربیت برای اسب سواری و برای تیراندازی خوبم یادشون میدادن بچه مغولی از کودکی شمشیر به دست بود ماهر بود میتونست بجنگه چنگیز خان مغول حالا شمشیرم دست بچه میدی هزار اتفاق میتونه میفته چنگیز خان مغول که حالا به قصهش میرسیم دوازده سالش بود که اولین قتلش رو مرتکب شد دوازده سالش بود میگن سیبیل هنوز نداشت با داداشش دست به یکی کردن اون یکی داداشه رو که پرروگیریش زیاد شده بود مرخصش کردن قرنها داستان اینها اینطوری بود واقعا از های قبل از میلاد تا بعد از میلاد تا خونها که داستانش رو شنیدیم داستان آتیلا رو شنیدیم احتمالا مجارها بعضی وقتا میگن که ما بازماندگان اون مردمانیم که از آسیای میانه آمده بودن اینجا پس اینا پرورده اون شرایط سخت زندگی بودن یه مرور رو تاریخ منطقه خودمونم بکنیم میبینیم چقدر از حکومت ها و ملت ها ریشه هاشون به مردمان این سرزمین ها میرسه اصلا به تاریخ گذشته از ترک های قزنوی و سلجوقی و خارسب و عثمانی ها و قاجارها و آقویونلو و و گورکانیان هند و اویقور ها و خیلی زیادن قبائلی با اشتراکات زیاد با رسم و رسومی مال خودشون نه که همشون اینا مثل مغل ها بودن ولی اینا کسایی این که از این منطقه ها آمدن و مهارتهایی داشتن که کمکشون کرده بتونن قدرت رو بگیرن یه چیزایی هم توشون مشترکه یک سری چیزایی هم یه سری هم آداب توشون یه سری چیزای سنت براشون مثلا ازدواج از راه های معمول این مغول ها بود و قبایل اینا بود برای اینکه به همدیگه دیگه وصل بشن اتصال خیشاوندی بهانه ای درست میکرد برای اتحادهای سیاسی و نظامی چنگیزم باباش همین پولیتیکو زده بود خودش با یه خانومی از یه قبیله ازدواج کرده بود بعدم چنگیز رفته بود سراغ دختری از یه قبیله قدرتمند دیگه اینها حالا نه ازدواج میکردن زن اشایری قبایل مغول اصلا نقشش اینطوری نبود که فقط همین باشه نقش خیلی برجسته‌ای در زندگی داشت هم کارای مهمی میکرد هم به پشتوانی اون کارا نقش و اعتبارش و جایگاهش در قبیله بالا بود در قبال مغول زنان کار کارهای کاره خانداری رو میکردند رسیدگی و مراقبت از حیوان ها رو انجام میدادند که حیوان خیلی مهم بود برای اینا بچه ها هم تربیت میدادند میکردند در واقع یعنی سرباز های جدید تعلیم میدادند گاهی هم خودشون زنا می آمدن در جنگ جایگاه مهم خلاص اختیار زیاد اختیار اموال هم وقتی شوهر نبود دستشون بود بچه ها هم اعتبارشون رو از مادر میگرفتند به این معنی که مرد مغول مثلا خانهای مغول حالا اینطوری خیلی زن‌های زیادی داشتن وقتی میخواستن ببینن کی جانشینش میشه نگاه میکردن ببینن که مادری کی استخونش اصطلاحا بزرگتره یعنی از جایگاه بالاتری میاد اون زن خان زن خانم بهش میگفتن خاتون بچه اون میشد خان خود خاتون در امور قبیله کنار خان حضور داشت مخصوصا وقتی خان میرفت جنگ یا به هر دلیل نبود کاراشو میکرد یا در فاصله انتخاب خانه بعدی خاتون امور قبیله رو دستش میگرفت بعد از اینم که مغولا رفتن سرزمین های دیگر گرفتن این ها در امور مملکت هم دخالت میکردن حالا بیشتر از طریق نفوذ شخصی چون پست و مقام رسمی نداشتن چنگیز خان خلاصه از یه همچین جایی آمد از یه همچین سرزمینی از یه جایی بین این قبیله های پراکنده یکی از اثرگذارترین فاتحان تاریخ سرکلش پیدا شد یه کسی در آدمکشی و کشورگشایی و بیرحمی در لیگ جولیوس سزار و اسکندر هم همونقدر بیره و هم حداقل به اندازه اونها موفق چنگیز به عنوان یک جنگجوی وحشی تبدیل شد به اسطوره ای در تاریخ 1166 به دنیا آمد در همین بیابونهای استپ اوائل قرن دوازده باباش از خانهای مغل بود که درگیر بود با تاتارها آخرش هم همونا سمش دادن و خلاصش کردن بعد از مرگش همسرش یعنی مادر چنگیز تلاش کرد که این قبایل تحت ریاست رو جمع جور کنه نتونست چنگیزم که اون موقع اسمش البته تموچین بود تفر بود گفتن این بچه ساله اینم تحویلش نگرفتن رفتن این قبایل پیوستن به قبیله های دیگه در واقع چنگیز و خانوادهش که خود با سختی و بدبختی و اسیری و جنگ با قبایل دیگه و اینا بزرگ شدند و تو این جنگا فولاد آب دیده هم شد از اون سن پایین یاد گرفت هم کشتن رو یاد گرفت هم نقشه کشیدن رو یاد گرفت هم کم کم رهبری کردن رو یاد گرفت جنگید و خلاصه جنگید و رهبری کرد و هی hey, قبایل آورد زیر فرمان خودش تا اینکه دیگه یه جای همه اینا رو جمع کرد گفتش که من خانه خانه خانانم خانه شما میشم یه کاهن اعظمی آمد گفت الهام شده به من که از این به بعد به تموچین باید بگیم چنگیز یعنی پسر آسمان و شاه شاهان چنگیز خان شد خان همه قبائل مغل مرزای بین این قبیله ها هم ورداشت همه اینا رو برد توی یک کنفدراسیونی و البته میگی مرزا رو برداشت با ما ور نداشت دیگه از هیچ خشونتی دریغ نکرد از جمله تاتارها رو از بزرگ و کوچیک از دم تیغ گذروند کسی رو ازشون زنده میگن باقی نگذاشت همونطوری که به قول گروهی از تاریخدانان کم و بیش هر ملت دیگری هم همینطوری درست شد خلاصه ملت مغول رو اینطوری در واقع قبایل مغول رو یکی کرد و شروع کرد به کشورگشایی چجور آدمی بود چنگیز چجور چه جور رهبری بود آدمی بود میگن بسیار اهل نز و اهل دیسیپلین اه حالا اینم باز دوباره وقتی میگیم معمولا به عنوان ویژگی مثبت تو نظر ما میاد ولی وقتی میگیم اهل نز مثلا میگن که یه معیاری برای قد گذاشته بود در یه که گرفته بودنشون مردا رو قدشون رو اندازه میکردن قد هر کسی بالای یه حد مشخصی بود درستش میکردن یعنی گردنشون میزدن که قدا همه منظم باشه نظم براش مهم بود یه معنیش هم میشه این دیسیپلین براش مهم بود قانون براش مهم بود دنبال تدوین قانون رفتن مغلا زمان چنگیز یک سری قوانین و مقرراتی که امنیتی بیاره و عدالتی برقرار کنه و یه مجموعه قوانینی بهش میگن یاسا یه سری اینا قوانین قبیله ای قبلش داشتن یه سری قوانین به اینا اضافه کردن یک سر و شکلی بهشون دادن یه قوانین لازم و اجرایی که همه حتی خانها یا بعضی ها اینطوری میگن اصلا اتفاقا بیشتر برای خانها و کارگزاران نظامشون و اینا بود که اینا باید اجرا میکردن یه حال الهی هم بهش داده بود که اینا رو اگر که قوانین رو اجرا نکنی اگر که خلا خطا بکنی یعنی گناه کردی میگفت همین یاسا عامل خوشبختی و دوام ملت ماست و بعد از چنگیز هم اینها به این یاسا قوانینی اضافه کردن مقرراتی اضافه کردن توش حالا هم قوانین سیاسی بود اینکه بعد از مرگ خان چطوری خان بعدی باید انتخاب بشه و اینها قوانین لشکری بود تو جنگ ها چه سلاحی رو سربازا باید ببرن لشکر چطوری تقسیم میشه گروهان حالا دست دسته دسته چطوری تقسیم میشن کی فرمون میده کی مسئوله مجازاتی هم تعیین شده بود برای بیشتر گناهان یا خلافها مجازات مرگ بود اصلا توی مقالهی که توی منابع ما هست نمیشته بود کلمه یاسا بین تاریخ نگارها معنی قتل پیدا کرده یعنی میگفتن طرف رو به یاسا رسوندن یعنی بله یاسا شد طرف معنی کشتن داره مصطلح شده بین تاریخ نگارها قوانین اجتماعی داشت که قوانین اجتماعیش جالبه که مثلا هیچ قوم یا هیچ مذهب غیر مغولی برتری بر بقیه نداره همه با هم برابرند قوانین ازدواج و ارث و تجارت و اینها توش بود یعنی میبینید چنگیز مرد نظم بود مرد قانون هم بود اینها جفتش ممکنه که یه مقدار خلاف اون چیزی باشه که فکر میکنیم و این آدم ارتشی ساخت تاریخی سپاهی درست کرد محکم ماهر منظم سریع و در نتیجه مرگبار ارتش مغول خیلی معروفه در تاریخ به عنوان یک ارتش متفاوت و حالا اگرم ندونیم چرا یا خیلی علاقمند با به تاریخ نظامی و اینها نباشیم که بخوایم بدونیم چرا همین فتوحاتشون رو که نگاه کنیم نشون میده نشون میده که چقدر موفق بودن و قوی بودن حتما که موفق بودن چرا ارتششون انقدر قوی بود چه فرقی داشت با بقیه ارتش های زمان یه بخشش حتما نقش رهبری بنیانگذارشون چنگیزه ولی یه دقه از این رد بشیم خود مغلا اینا دو تا چیز برجسته حداقل لورشون میشه گفت یکی که خودشون چه آدمای ورزیده و ماهری بودن در تیراندازی و جنگیدن و اینها و چقدر شرایط زندگی سخت آمادهشون کرده بود برای این و یکی دیگه هم اسباشون مغولا گفتیم تو شرایط سخت محیطی و آب و هوایی زندگی میکردن تو اون استپا به گرسنگی و خستگی و سرما و اینا عادت داشتن خیلی راحتتر از مردمان چین و عراق و ایران و مخصوصا شهرنشین اینجاها اینجا ها میتونستن که از پس مبارزه و جنگ بر بیان و زندگی اینا هم با اسب سواری عجین شده بود از بچگی زمان زیادی رو مغلا رو اسب میگذروندن بعد زندگی اینا هم دائم در جنگ بود یعنی خیلی خوب جنگیدن و همشون مشق کرده بودن اهمیت کار چنگیز هم همینجا بزرگ میشه و معلوم میشه مغولهایی رو که خودشون اسب سوارانی و تیراندازانی خیلی ماهر و بیمانند بودن اینا رو جمع کرد بهشون نظم داد بهشون شکل داد بهشون یه سیستمی داد و تبدیلشون کرد به اون ارتشی که میخواست براش مثلا وفاداری مهم بود و میخواست که اینا وفاداریشون مثل قبل به قبیله نباشه وفاداری به خودش باشه وفاداری به خان باشه میرفت سراغ قبیله ها اگه میدید که اینا از اینا وفادار در نمیاد میزد نابودشون میکرد یا خیلی از قبیله ها رو در هم ادغام میکرد هدف این بود که اینا دیگه به خاطر تعصبات قبیله کاری نکنن همه چی برای خان باشه و اینطوری مؤثر شد ارتشش یعنی خیلی اثرگذار شد برنده شد ارتشش حالا یا با قبایل ارتباط خیشاوندی برقرار میکرد 500 تا زن میگن داشت چنگیز از جمله به همین هدف یا با خشونت به هر حال هدف این بود که قدرت قبیله کم بشه و بعد حالا قدرت قبیله کم بشه آدما چطوری برن بالا رو چه حسابی برن بالا اگه قبیله مهم نیست ارتش از قبایل مختلف ساخته شده که بی تفاوت دارن کنار هم می جنگن. بالاخره روال و موقع تقریبا همه این بود که اصل و نسب و خانواده و در نظام قبیله قبیله و اینا معیار باشه وقتی میخوان به آدما مقامی بدن از جمله مقام و نظامی بدن چنگیز اینو به هم زد میگفت بر من مهم نیست تو کی هستی از کجا آمدی بابات که قبیلت چیه مهم اینه که چی بلدی یعنی اینطوری اونی هم که از خانواده و قبیله و جایگاه خاصی نبود امیدوار میشد که حتی ممکنه بتونه فرمانده بشه برای همین هم خیلی سعی میکرد که ارتش موفق بشه و حسابی وفاداری نشون بده اونی هم که یه خورده جایگاهش بالا بود میدونست که از این اشرافیتش چیزی نصیبش نمیشه بر اساس اینکه چقدر شایسته است و چقدر اطاعت میکنه و چقدر دستاورد داره و ایناست که جایگاه پیدا میکنه ارتشی درست کرد واقعا نظمش زمان زبان زد بود تو تقسیم بندیش ده تایی، صد تایی، هزار تایی، ده هزار تایی که بهش تومان میگفتن دستبندیاش از قبل البته بود ولی چنگیز خیلی منسجمترش کرد فرمانده ها چطوری باشن یه چیزهایی از اینا میگن هنوز پاورجا هست یه سر چیزایی الان در ارتش ها هست که اینا میراث دوران ارتش چنگیزه گروه های مختلف دست های مختلف تا ارتش وظیفه های متفاوت داشته باشن یه سری از اینایی که خیلی وفادارترین ها بودن دیگه اینا کشیک بودن و گارد حفاظتی بودن و محافظ جان خان و های خاص بودن تا ما بودن که اینا میرفتن سرزمین های اشغال شده کارشون اصلا با اونها بود چاپارها بودن که اینا فرمون می بردن پیغام می بردن می آوردن حواستون باشه داریم درباره دنیای 800 سال پیش صحبت می کنیم 800 سال پیش مثل همه قرنهای قبلش البته و, و البته قرنهای بعدش سرعت انتقال اطلاعات از سرعت انتقال ماده بیشتر نبود این چی یعنی الان ما عادت داریم دیگه که مثلا من یه پیغامی میفرستم در همون ثانیه چند ثانیه بعد اون طرف دنیا شما پیغام منو میگیری در حالی که ماده که انقدر سریع حرکت نمیکنه سریع ترین جت هم من اینو بگذارم یک چیزی رو بگذارم که بخواد به دست شما برسه انقدر سریع نمیتونه برسه خب قبلا ولی اینطوری نبود پیغام رو فقط با ماده میشد حرکت داد بعد میدادی دسته کسی ببره حالا میتونستی کاری کنی و اون کس خیلی سریع بره میتونستی بذاریش روی تندترین اسب میتونستی سیستم داشته باشی اسبا تازه نفس باشن همیشه میتونستی اون سوارت خیلی شاخ باشه یه چاپار مغلی باشه که مثلا رو اسبه بتونه بخوابه تو خوابم بتونه بتازونه که دیگه فرمان رو خیلی سریع برسونه یه سری کارهای ارتش مغول ابداعاتی بود که خودش کرده بود یه سری ها مثل این میراسی بود که از امپراتوری هایی که گرفته بودن بهشون رسیده بود این میدونیم از زمان هخامنشیان یه سیستمی شبیه این در ایران بود دیگرانی هم داشتن ولی اینکه اینا اینو توی امپراتوری گستردهشون پیاده کردن چه اینها رو چه ترکیب کردن مثلا نیروهای سوار نظام و نیروهای تیرانداز و چه اینکه یک سری تصمیم رو گفتن که فرماندهی در میدان میتونه تصمیم بگیره چه نوآوریایی که داشتن توی لاجستیک توی انتقال نیرو و انتقال ادوات و انتقال اطلاعات که گفتم و توی تاکتیک های محاصره میگن خیلی خوب بودن خیلی از شهرها رو با محاصره های خوبشون گرفتن یعنی مؤثر بودن منظورم اینه که خوب که نداره وقتی این همه آدم میکشه یا شاید یه چیز دیگری که خیلی ممکنه انتظارش نداشته باشیم تاکتیک های جنگ روانی سای آپ که حالا امروز هم هست دیگه امروز هم با تکنولوژی امروز و اون چیزی که امروز میدونن در جریانه ولی هم در حد امکانات خودشون رو ازش استفاده میکردن چطوری با کاشتن ترس در دل مردم دنیای اون روز یه طوری که و انقدر موثر بود که همین الانم هم ما بعد هشت قرن اسم ارتش مغول رو میشنویم تنمون ممکنه بلرزه حالا شما فکر کن 800 سال پیش در همدان نشستی داری زندگی تو میکنی میگن مغلا دارن میان سوال دیگه چقدر انگیزه جنگ خواهی داشت که بری با اینا بجنگی بالاخره مغولم ترجیحش اینه احتمالا نجنگه دیگه نجنگه خسته نشه کشته نده تلفات نده اون ترسی که میتونستن بکارن در دل مردم وحشتی که میتونستن بکارن که وحشتن هم علکی نمیکاشن از نشون دادن یه خشونت خیلی خیلی زیاد میتونستن بکارنش باعث میشد که خیلی از شهرها به این فکر کنن که خب شاید ما اصلا بهتر باشه هر داریم و نداریم جمع کنیم به اینا بدیم قول بدیم هرچی هم نداریم سال دیگه بیان بهشون بتونیم بدیم تسلیم بشیم که اینا بذارن ما زنده بمونیم یه ترس خیلی زیادی درست کرده بودن به جز اینها که حالا توانای خودشون و مهارت های رهبراشونه مغلا یه برگ برنده دیگه هم داشتن اسب اسب مغول یا اصلا رابطه مغول با اسب گفتیم مغلا در سرزمین خیلی خشنی بودن و دشت بزرگ بیدار و درختی که از شرق و جنوب و شمال و غربش صحراست و زمستونهای سخت و زندگی خیلی ابتدایی بدون ابزارهای زیاد بدون ابزارهایی که حداقل اون موقع توی سرزمینهای متمدنتر بود و دانشی که اونجاها بود و اینا شرایط اینا واقعا سخت بود از بچگی مغلا هم یاد میگرفتن در این شرایط سخت که چطوری ساعتها و روزها روی اسب در هر آب و هوای سختی بمونن مسافت طولانی رو برن حتی روی اسب غذا بخورن روی اسب بخوابن اسب همه چیه مغول بود صحرا میری اسب جنگ میری اسب شکار میری اسب رشوه میخواستی بدی به مغول اسب بده دلشون رو میخوای به دست بیاری اسب دزدی قارت محبت اسب اسب مغول رابطه با اسب و برده بود مرحله بعد همچی سوار میشد دیگه پایین نمیومد اصلا حالا این وقتی شما نیرو داری جابجا جا میکنی معنیش میشه سرعتی خیلی بیشتر از سرعت حریفان و رقبا یه طوری که نمیتونستن تخمین بزنن که این سپاه مغول کی به شهرشون میرسه انقدر که اینا تون میرفتن بعضی وقتا فکر میکردن مغول با دو سه تا سپاه حمله کرده که امروز اینجاست فردا یه جای خیلی دورتره قافل از اینکه نه اینا همونان فقط تندن یه معلم ادبیات ما داشتیم در نوجوانی آقای علی موسوی خیلی مرد دانایی بود دو سال پیشم از دنیا رفت خیلی ایشون منو علاقمند کرد به ادبیات فارسی که به نظرم واقعا بزرگترین کاری که معلم میتونه بکنه اینه که علاقمند بکنه دانش آموزش رو به موضوعی ایشون نزدیک سی سال پیش یه چیزی گفت درباره ها تصویرش هنوز تو ذهن من همونقدر تازه است میگفت مغلا گوشت خامو میذاشتن زیر زینه اسبشون همینطوری که میتاختن میرفتن این گوشته نرب میشد گشنشون میشد همونو میکشیدن به نیش دیگه پیاده نمیشدن که بخوان توقف کنن برای غذا یا میگفت اینا برای اینکه تاباوریشون بالاتر بره در شرایط سخت یه رگ ریزی میگرفتن از اسبشون یه خورده از خون اونو مینوشیدن جون بگیرن اینطوری کمپین های طولانی در مسافت های دور میرفتن بدون اینکه لازم داشته باشن بیستن بدون اینکه بخوان شکاری بکنن غذایی جمع کنن استراحتی بکنن و همه اینا یعنی چالاکی همه اینا یعنی سرعت خیلی زیاد فردریک بزرگ فردریک کبیر امپراتور پروس میگفت که درباره جنگ میگفت که آماتورها حرف از تاکتیک میزنن حرفه ای ها درگیر لاجستیکن چنگیز خان و مغول ها هم هم در تاکتیک حرف زیاد داشتن هم در لاجستیک همین رابطه با اسب که گفتیم همین نقش بی بدیل اسب برای مغول ها نشون میده که در لاجستیک اینا کجا بودن سرعت سپاه رو میگن در جنگ سرعت سپاه شما سرعت تندترین بخش سپاه نیست چون اون که میتازه خب بالاخره میتونه به تازه و بره ولی شما اگه خط ساپلای داشته باشی مهماتی و ادواتی و آبی و غذایی باشه که کند بیاد هر قدم یه سری تیزپای تند رو جلوی سپاهت باشن تا باید پاشول کنن غذا برسه یعنی سرعت سپاه رو سرعت کندترین بخش سپاه تعیین میکنه و مغول اسب سوار چنان عادت ها و رفتارها و مهارت ها و قابلیتهایی داشت که تندرو و کندروش یکی بود خط ساپلای هم نداشت همش خودش بود و اسبش خیلی وقتا خودش بود و اسباش در واقع باید بگیم چون باز باید رابطه سوار مغولی و اسبشو بدونیم که این یک به یک نیست خیلی وقتا یک جنگاور مغل چند تا اسب داشت یعنی اینطوری اسباش هم بیش از حد خسته نمیشدن همیشه اسب تازه نفس داشت که به تازه جلو بره یا بره به جنگ باهاش تو همون پادکست دنکالین من یادم میگفت رابطه مغل با اسبش رو بخوای بفهمی یه خورده شبیه رابطه انسان امروزی با سگ سگو چطوری سوت میزنی صداش میکنی میاد اینطوری اهلی شده فرمون میدی میره فرمون میدی اینا با اسب اینطوری بودن آدم های خو کرده به سختی که با هر غذایی بسازن همون اسب و شیرش هم بدوشن و بخورن و برن آدمایی که حتی میگن وقتی قارت میکردن لباس های ابریشمی گرانبها و مجلل هم میگرفتن میپوشیدن در نمی آوردن دیگه میگه همونو میپوشیدن سوراخ سوراخ میشد کثیف و پاره و کنه بود همو و, و میمالیدن به همونو عادت نداشتن با همون بودن همونطوری با این لباسه تا میکردن که با لباس خودشون که وقتی شروع کردن به کشورگوش های لباس موش سهر پوست موش سهرهایی رو میدوختن و همدیگه لباس درست میکردن همونطوری با لباس های عبری شمی تا میکردن که با اونا تا میکردن کلی روایت از مغلا هست که مثل خیلی دیگه از قبائل و مردمان دوران گذشته در شرایط خاص خیلی پرهیزی از خوردن گوشت انسان هم نداشتن و حالا درباره اون اسبی میگه مقدساتی هم طبعا دورش درست میکردن اصلا در جوامع ابتدایی اعتقادات دور همین چیزهایی درست میشد که تو زندگیشون انقدر زیاد بود دیگه واسه هم اسب بود مقدس بود خوشیوم بود یه سری اسب سفید بودن که مثلا فقط خان و خانزاده میتونستن سوارش بشن اسب اصلا راه ارتباطشون با ملکوت و آسمان و اینها هم بود خیلی هم اساتیر دور اینها دور اسب شکل گرفته بود بگذریم برگردیم سراغ چنگیز خان خیلی داستان دارن مغول ها واقعا چنگیز خلاصه این آدم های اینطوری رو متحد کرد تعهدشون رو از قبیله منتقل کرد به خودش به خان به قدرت مرکزی و بعد عزم حمله کرد مثل خیلی های دیگه مغول هم برای کشورگشایی انگیزه داشتن داستان ماورایی هم درست کردن یعنی یه فازی هم داشتن که بله وظیفه دینی ما اینه که بریم و این سرزمین ها رو بگیریم و خلاصه راه افتادن اول به کجا اول به چین چین حالا چین یک پارچه امروز که نبود اصلا یه نگاه بکنیم دور اینا کی بودن در شمال و جنوب و شرق و غرب دیگه و نقشه هم که میبینیم حواسمون باشه اونا اون موقع اصلا اون موقع نقشه سفت و سختی که مرزی داشته باشه اینا که نبوده که اصلا ما نمیدونیم اینا چقدر میدونستن اون طرف کی هست چی هست خیلی نمیدونستن حالا اگه همسایه هم رو میدونستن دیگه اونور همسایه رو واقعا خیلی بعیده که میدونستن اون تا با همون اندکی که میدونستن گفتن بریم یک حمله ای به چین بکنیم چین امروز رو در چند مرحله گرفتن چین خیلی وسیع بود هر قسمتش هم دست یه حکومتی بود اول هم رفتن سراغ امپراتوری تانگوت یا ژیاهای چین اولش یه سری میفرستادن اطلاعات عملیات ارزیابی حریف که اصلا اینا کیان چی هستن چی دارن چی ندارن وضعشون چیه رفتن دیدن آره این چینی ها مثلا خط دفاعیشون خیلی قویه و واقعا رو کاغذ نگاه کنید در برابر چین چنگیز خان شانسی نداشت چین هم منابع بیشتری داشت مردم بیشتری داشت ارتش بزرگتری داشت بعد شهراش دیوارای بلند صدای دفاعی محکم منتها خب مشکل هم داشت و چنگیز یکی از استراتژیاش این بود که برای اینکه دشمن رو شکست بده بره نقاط ضعفش رو در بیاره روی اونها تمرکز بکنه در شمال چین که دست دولت جین بود قبل از این که مغلا برن اونجا رو بگیرن یک سری سهرانشین دیگه رفته بودن گرفته بودنش یعنی بین مردم و دولت یک شکافای افتاده بود مردم تمایلی به اینکه به دولت کمک بکنن نداشته حالا تا این, تا این ها کلمه ها رو همه رو داریم یه خورده ای با فهم امروزمون استفاده میکنیم شاید درست هم نباشه یعنی باید موقع فهمش باید خود حداقل دقیق باشیم که مردم و دولت و اینها که میگیم رابطه امروز نیستی ولی خلاصه توی همون حکومت توی همون حاکمان همین مقدار شکاف بود ولی رفتن اونجا رو گرفتن یکی از جاهای مهم شمال چین یک شهری بود جانگ دو همین پکن امروز مثل اینکه مدت طولانی اینجا رو مغولان محاصره کردن امپراتور هم خیلی سعی کرد قضا بفرسته اونجا ولی مغلا نمیذاشتن خلاصه قضا برسه و خلاصه حاکم شهر دیگه یه جای میگن نتونست طاقت بیاره سم خورد خودش رو کشت مردم هم دیگه ناامید شدن و مقاومت نکردند و شهر افتاد دست مغلا و ما میدونیم مغلا با شهر چه کردن یک گزارش هایی هست از جمله گزارش هایی است که ایرانی هایی رفتن گزارش دادن به خاطر اینکه خبرایی رسیده بود به خارزم شاهی ایران سلطان خارزم شاهیان و اینم دو نفر رو فرستاده بود برن ببینن چه خبره اونور مرزهای شرقی اینها رفتن رسیدن به این ژانگ دو از بیرون شهر دیده بودن که یک شهر بزرگی هم از, از بزرگترین شهرهای زمانه بعد پایتخت خاندان جین رفتن دیدن که شهر ویران شده یک تپهی وسط شهر و هرچی هم اینا جلو تعمیرن پاشون بیشتر توی زمین باطلاقی و گلوشل فرو میره تا اینکه فهمیدن که اون تپهی که میدیدن کوهی که از استخون کشته شده ها درست شده و پاشون هم توی باطلاق خون و جنازه است که داره گیر میکنه اینجا شاید صحنه بود که برای اولین بار مردمانی اهل ایران با پدیده ای به نام سپاه مغل آشنا شدند که چه میتونه بکنه و چه میکنه حالا این سلسله جین پایتختش رو بعد از اون از اونجا منتقل کرد رفت یه جای دیگه چنگیز رفت سراغ ژیای غربی امپراتور اینا هم دید کمکی نمیرسه خودش رو تسلیم کرد دخترش رو داد به چنگیز هدیه داد شطور داد نمیدونم شاهین داد خراج داد که نشون بده وفاداره امپراتور دیگری بود بیشتر نرمش به خرج داد ولی چنگیز همه شهرهای اینا رو بیشتر شهرهای اینا رو قارت کرد یکی یکی امپراتوری های سرزمین چین رو شکست دادن حالا این وسط یه کسایی بودن تو این خاندان های چینی میگفتن بریم مثلا با ایرانیا ببندیم با خوارزمییان ببندیم این دشمن مشترک رو که بین ماست بشونیم سر جاش ولی چنگیز فهمید پیغام فرستاد برای سلطان خوارزمی که آقا شما خودت قاطی این مسائل نکن و اونم نکرد و چنگیزم خدمت اون استاد رسید چین رو خلاصه مغول ها اینطوری گرفتن در کمپین های طولانی و متعدد و با قتل و قارت و تخریب بسیار و وحشت آفرینی بسیار یک زمانیش رو زمان خود چنگیز یه مقدارش رو زمان خود چنگیز گرفتن یه مقدارش هم بعد از مرگ چنگیز که امپراتوری تقسیم شد بین پسرانش آخرین بخش های چین دیگه مون دست نوه چنگیز یعنی نوبت اون که رسید گوبلای خان اون رفت و گرفت و خودش رو کرد امپراتور چین و اونجا سلسله یوان رو بنا گذاشت بنیان گذاشت یعنی حاکم شد بر چین و البته کره بعدش و بعد شروع کرد حالا مثل چینی ها لباس پوشیدن فرهنگ چینی رو گرفتن اسم چینی برداشتن مشاوران کنفوسیوسی آوردن قدرت دست مغل قدرت اصلی دست مغلا بود بالاترین طبقه مغلها بودن ولی به هر حال بعد از 400 سال چین رو دوباره متحد کرده بودن یک پارچه کرده بودند یه مقدار سیستم کوکرانی رو هم چینی نگه داشته بودند تا حد زیادی در واقع منتها زیر فرمان یک مغلی حالا اگه که واقعا سیستم چینی بود و اینا فقط اون بالای مغولی بود چه ربطی داره که مثلا بگیم امپراتوری مغول چرا نمیگیم اینا یک امپراتوری چینی بودن به خاطر اینکه این مغولی بودن نقش داره توی ادامه داستان وقتی که حالا ما الان چینو گفتیم وقتی که اینا چینو گرفتن این طرف هم گرفتن بعدیش هم گرفتن بعدیش هم گرفتن و اینا رو جزی از یک امپراتوری بزرگ و یک پارچه مغولی دیدن یعنی مرز و برداشتن این وسط دیگه شما میتونستی در امان بری و بیای و تجارت بکنی یک پکس مونگولیکایی درست شده بود دوره ای که تجارت رونق میگیره این دوره ای یوان که میگیم همون دوره ای که مارکوپولو سفر میکنه به چین میره در درباره همین کوبلای خان میره کمکش میکنه که اطلاعات بگیره خبر ببره اونجا حالا به این برمیگردیم خلاصه مغولان بر چین حاکمن یک قرنی تا زمان سلسله مینگ ولی داستان مغول فقط چین نیست دیگه نقشه امروز دنیا رو نگاه کنیم سرزمینایی که مغولا گرفتن خیلی بیشتر از چینه در شرق البته از چین جلوتر نتونستن برن دو دفعه رفتن برای گرفتن ژاپن ولی هر دوبار ناکام موندن ولی بعدش آمدن به سمت غرب غرب یعنی آسیای میانه یعنی خراسان یعنی افغانستان امروز یعنی ایران بعدش یه بخشهایی از ترکیه امروز و سوریه و عراق و یه بخشهای بزرگی از چیزی که بعدا شد امپراتوری روسیه و بعد از اونجا به اوکراین و به لهستان و به مجارستان و حالا درباره همه فتوحاتشون هم حرف زدن حتی کلی هم بخوایم بگیم کار یکی دو تا ویدیو نیست بر همین ما بیشتر میچسبیم به جاهایی که برای ما آشناتره داستان ایران هم خواهیم گفت بعدن اینجا خود از فتح بغداد بگیم به خاطر اینکه اونجا جایی بود که بسات خلافت عباسی جمع شد بعد از 500 سال حکومت بالا و پایین خلافت عباسی 5 قرن میدونیم از بغداد حکومت کرد 100 سال امپراتوری قوی ساخت بعد کم کم ضعیف شد 4 قرن بعدی دیگه همینطوری قدرتش کم شد کم شد دیگه آخرش چیزی از قدرتش باقی نمونده بود در نهایت همون بغداد و بخش های از عراق بین النهرین و, نهرین و اینا قدرتی داشت همون خارزم که از ازبکستان امروز از خارزم بر ایران و ازبکستان و ترکمنستان و قزاقستان و اینا حکومت میکردن اینا مثلا کسایی بودن که یه جورایی تو خلافت عباسی بودن یعنی رهبری معنوی خلیفه رو در بغداد میپذیرفتن ولی مخصوصا دیگه این اواخر مستقل داشتن حکومت میکردن خیلی کار سیاسی با خلیفه نداشتن خیلی خراجی هم فکر میکنم خارسشاهیان هم نمیدادن مغلا هم آمدن خدمت خارسشاهیان رسیده بودن نمیخواستن هم اینطوری بشه که حالا دو روز دیگه یکی سر بلند کنه ادعای بکنه گفتن حالا که گرمیم بریم کارو تموم کنیم هرچی حکومت و امپراتوری و خلیفه و خان و شاه و هرچی هست همه رو بپیچیم بره خیالمون راحت باشه بعدش دیگه تجارت و آبادانی و رونق و فرهنگ لابد دیگه البته قبلش هم به عراق حمله کرده بودن اینطوری نبود که بگم واقعا این چیزی که گفتم خیلی دقیق نیست قبلش هم اینا به عراق حمله ولی سراغ بغداد نرفته بودن به اربیل چند بار حمله کرده بودن اونجا رو گرفته بودن و غارت کرده بودن ولی خلیفه انگار یه دوره خراج اینا رو میداد و نماینده میفرستاد مغولا جشن وحدتی داشتن تاجگذاری داشتن چیزی داشتن نماینده میفرستادن ولی یه وقتی گفتن نه نم. نماینده چه خلیفه خودش باید باشه بیاد دستبوس خان مغول خلیفه هم نرفت و سطح تنش به قول امروزی رفت کم کم بالا و بعضیا میگن یه وزیر شیعه خلیفه عباسی داشت اون بهش رکب زد رفت ارتشش رو خالی کرد بعضیا میگن نه مغولایی که ایران گرفته بودن یه قاضی آخوندی بود در قزوین اون نشست پای خان و مغول که پاشو برو بغداد و بگیر حالا اینا وقتی به داستان ایران و مغول رسیدیم میگیم یه خورده ازشون چون خیلی داستان ها متفاوته ولی خلاصه به تحریک هر کسی بود یا به یاری هر بخشی از ایرانیان بود شیعه ها بود یا خود مغلا بودن هر چی که بود رفتن به سمت بغداد اول یه مدت به شهرهای دیگه حمله کرده بودن اوزان ناامن شده بود گفتن دیگه کسی از بین النهرین اون سالا حج نره برن همه فنون نظامی یاد بگیرن فقها و صوفیان و آخوندا و اینا هم گفتن همه باید به خط بشن یه چند باری هم تلاش کردن بغدادو بگیرن انگار نشد ولی واقعا عباسیان توان اینکه سپاهی جمع کنن دفاع بکنن دیگه نداشتن و از در زمان مستعصم نابسامانتر از قبل هم شده بود خودش هم انگار خیلی درگیر خوشگذرانی و اینا بود بغدادم سیل های آمده بود خود شهرم به سامان نبود کاری هم این برای شهر نمیتونست بکنه مردمم هم خیلی رفته بودن اصلا دارالخلافه و اینا خالی شده بود سپاهش هم آشفته بود ارزاقم قطع شده بود خیلی خلاصه از بغداد فرار کرده بودن رفته بودن عده هم که مونده بودن از سپاهش داشتن گدایی میکردن که خلاصه هولاکو خان حمله کرد به بغداد و مستعصم هم تسلیم شد و هرچی گنج و جواهرات هم از این پنج قرن حکومت خاندان عباسی مونده بود تحویل مغلها شد بیش از یک هفته میگن هر کسی رو که از مردم دم دستشون بود کشتن خیلی از محله ها در قارت و آتش از بین رفت از مسجد خلفا حرم کاظمین آمار خیلی متفاوته از 200 هزار نفر تا 800 هزار نفر من دیدم که میگن اون درباره دوران رونق بغدادی خود توی ویدیوی عباسیان صحبت کردیم بیت الحکمه دارالحکمه و مرکز علمی پر یک آکادمی بزرگی که در صده های میانه چقدر موفق بود از زمان هارون و رشید اونجا بود برای علم و نوشتن و مباحثه و ترجمه و انتشار کتاب و کتابخانه و اینو ویران کردن سوختن کتاباشو ریختن به دجله چنتان که معروفه که آب دجله اون روز از مرکب این کتابا سیاه شد و خلاصه جنایت خیلی شدیدی کردن در بغداد و البته بعدش یک ایرانی رو کردن حاکم اونجا یک ایرانی ادیب و نویسنده ای رو خیلی داستان واقعا عجیبیه داستان مغولان و ایران یک ایرانی خراسانی رو که اجدادش وزیر و دبیر بودن در دستگاه عباسی جد بزرگشون فضل ابن ربی وزیر هارون و رشید بود بعدتر در دربار سلجوقی و خارزمشاهی و خودش در دستگاه مغولان دبیر بود، نویسنده بود این پیوست ایشون به سپاه مغلها در حمله و محاصره قلعه اسمایلیه در علموت همراهشون بود در حمله به بغدادم بود بعدم شد استاندار عراق، بغداد، خوزستان، جنوب بین الرهرین و 23 سال آقای اتاملک جوینی در بغداد فرمان روایی کرد داد تو این مدت یه تعمیراتی هم کردن اون مناره جامع خلفا رو درست کردن مدرسه نظامیه رو ساختن مدرسه مستنسریه رو تعمیر کردن های قدیمی دوباره شروع کردن به کار کردن ولی حواسمون باشه خیلی برای مسلمون ها واقعی سنگینی بود این سقوط بغداد حکومت اسلامی داره بعد از چندین قرن بعد از مثلا 600 سال سقوط میکنه اونم به این شکل یه کسی که بالاخره تو ذهن اینا خوب بد جانشین پیغمبر احتمالا حساب میشه و اینا دیگه فکر نمیکردن روزگارشون طوری بشه که اینجا بیان خلیفه رو اینطوری که معروفه بپیچن تو فرش و با اسب از روش رد بشن سعدی که در زمان حمله مغل زندگی میکرد در نظامیه بغداد هم درس خونده بود البته زمان سقوط بغداد بغداد نبود شیراز بود ولی خبر بهش رسید خیلی هست که رنجید و شکایت کرد در شعرش یک چند شعر معروف داره در این باره یک شعری که به عربی داره به فارسی داره که ناله میکنه که ای پیغمبر کجایی که ببینی چه, چه بلایی سر امت آمده گفت که ای محمد گر قیامت میبراری سرز خاک سر براور وین قیامت در میان خلق بین و همش میگه که چی بود وضع ما چی شد از کجا به کجا رسیدیم در خیال کس نیامد کانچنان گر گردد قیصران روم سر بر خاک و خاقانان چین یعنی هم همه جنایت ها هم یک گزارش اینطوری هم ازش میده و خیلی از تلخی میگه خیلی از تلخکامی مسلمانان میگه آخرش البته به سنت معمول خودش سعدی میگه حالا دیگه باید رد بدیم و اینا هم شهید شدن و اینا و یه وایب مثبتی میده و شعر رو اینطوری تمام میکنه که تحمل باید کرد و عبور باید کرد و از این صحبت ها ولی برای مسلمان ها سخت بود منتها انگار بعدش که دیدن هولاکو یک مسلمانی رو حاکم اونجا کرد یک مقداری از این زخم و کم شد حالا وقتی درباره مغولان ایران بگیم داستان هولاکو و خاج نصیر و اینا رو هم خواهیم گفت چون اونم داستان جالبیه ولی یک کمی هم درباره روسیه بگیم سرزمین های دیگری که میدان تاخت و تاز و کشورگشایی مغول ها شد جاهایی بود در روسیه امروز اینا هم موقع قبایلی بودن از اسلاف ها تحت فرماندهی مرکزی در کیف در اوکراین امروز کیف و روس اینا یه کنفدراسیونی بودن از قبایل اسلاف از قرن ده مسیحی هم شده بودن دوران طلایی داشتن در قرن یازده بعدش ولی خورده آشوب و تیکه تیکه و اینا شدن حاکمای محلی داستانشون رو توی داستان روسیه گفتیم خلاصه یه خورده جدا شدن و هویت مشترکی داشتن حالا یه خورده خود و این حرفا تا مغولا حمله کردن مغول که آمد یکی دو مثل بقیه به اینا دستگرمی حمله کردن و بعد دیگه با به سرکردگی یکی از نوه های چنگیز زدن و گرفتن و همشون رو کیف هم خراب کردن و با بیشتر شهرهای اینا همون کاری کردن در واقع که با بقیه شهرهای اوراسیا کردن و یک قرن و هم بودن تا اینجا حکومت نمیکردن از حاکمان اینجا خراج میگرفتن و دوره ای شروع شد در با حمله مغلا اینجا که خیلی اثر ماندگاری داشت روی روس ها طولانی جداشون کرد بعضیا میگن اصلا همین شد که روس ها اینقدر جدا شدن از اروپا فرهنگ سیاسی اجتماعی در این سرزمین ها یک طور دیگری متفاوت از اروپای غربی شکل گرفت و بعدا حالا بعدتر یه قدرتی از روس در دوکنشین مسکو شکل گرفت این شد زمین ساز درست شدن سرزمین جدیدی به نام روسیه ولی همه اینایی که گفتیم عباسیان و چین و روس و اینا همه موفقیت های مغلا بودن ولی مغلا اینطوری نبود که هر جایی رو اراده کرده باشن بتونن بگیرن شکست هم داشتن مثلا در ژاپن یکی از اون جاهایی که نتونستن بگیرن گوبلای خان که بر چین شمالی و کره و اینا حکومت میکرد شیش باری هیات فرستاد ژاپن که بپذیرید برتری مغول و بیاین زیر سلطه ای ما هر بار فرماندار نظامی ژاپن دست خالی برشون گردوند صبرش سر آمد حمله کرد به ژاپن با کشتی زدن به آب رسیدن و بزن به جنگ و از اولین بارایم هم هست که در این جنگ ها داره در از باروت استفاده میشه خارج از چین البته چین توش سطح تکنولوژی خیلی بالاتر بوده خیلی جلوتر از بقیه دنیا بوده اون موقع داشتن باروت ولی خارج از چین کسی نداشته اینجا دفعه اوله که یک بمبی نارنجک مانندی درست میکنن میتونن بندازن اون طرف بترکه یعنی چیزی که با فاصله از شما میتونه عمل بکنه خلاصه اینا دارن با ژاپنیا میجنگن که یهو میخورن به طوفان میخورن به طوفان معروف به کامیکازه کامیکازه اسمش بر ما معروفه چون بعدا قرن بیستم که ژاپنیا داشتن با نیروهای متفقین میجنگیدن با الهام از همین و با ارجاع به همین افسانه ملیشون که یه بار ژاپن رو نجات داده بود اسم خلبانایی رو که انتحاری میزدن به اینا گفتن کامیکازه ما الان به اون اسم شنیدیم ولی کامیکازه در واقع اون بادهای الهی امداد غیبی بود که حالا هرچی بود زد و تارومار کرد لشکر مغل رو یعنی وقتی شروع شد سرباز سربازای مغول میگن فرار کردن برگشتن به کشتی بعدم کشتی هاشون رو در هم شکست و سربازا غرق شدن مغولا شکست خورده اون چیزی که ازشون مونده بود برگشتن دوباره پنج سال بعد حمله کردن تو این پنج سال ژاپونیا قوی تر شده بودن دوباره جنگیدن باشون بیشتر دووم آوردن دوباره کامیکازه زد دوباره کشتی از بین رفت دوباره سربازای مغول غرق شدن و دیگه مغولا به سمت ژاپن هرگز نرفتن هم این داستان در شکلگیری ژاپن و هویت ژاپن مهم بود همین که مرزی درست کرد در شرق برای ژاپن ها یعنی برای ببخشید مغول ها مرز اونجا تثبیت شد یک ناکامی بزرگ دیگه این طرفه که تو غرب مرز مغول ها تثبیت شد یک ترمزی از این طرف کشید این یکی در مصر در واقع در مصر نیست ولی مال حکومت مصر مملوک های مصر بودن این اولین باری بود که یکی تونست جلوی به صورت نظامی بجنگه با جنگ جلوی مغول ها رو بگیره در نبرد معروفی به نام نبرد عین جالوت در منطقه فلسطین اون موقع کشور اسرائیل امروز مغول رفته بودن مصر رو بگیرن شاید از اونجا برن شمال آفریقا و برن تو همون مسیری که قبلا عرب مسلمان رفته بودن تا اسپانیا و فرانسه اما همینجا مسلمان ها جلوشون رو گرفتن سپاه مملوک مصر همون تاکتیک مغول رو علیه خودشون استفاده کردن یعنی انداختنشون تو تله یه تله داشتن مغولا. ادای عقب نشینی در می آوردن بعد حریف که می جلو چنان می ریختن سرش که برای مغلا میگن اینطوری شد دیگه تو فرار بیشتر از زمان جنگ کشته شدن گروهیشون رو جنگاوران مسلمان کشتن گروهیشون هم تو دریا غرق شدن شب نشده نبرد تمام شد و این شد اولین شکست مغول ها و اینطوری هم یه سری شهرهای اسلامی حفظ شدن مثل قاهره و دانشگاه از هر و اینها و همین که بالاخره یک توازن قوایی در منطقه خاورمیانه درست شد و ترمز پیشروی ها کشیده شد و مملوک های مصر تثبیت شدن به عنوان قدرتی که حالا جلوی مغلو گرفته خیلی نقطه عطف مهمی شد این نبرد جالوت معرکه جالوت جالب هم از حاکم اون سلطنت مملوک در اون روزگار نوه دختری سلطان محمد خارزمشاه بود یعنی اصلا اصالتش ترک خارزمشاهی بود که اسیر مغلا شده بود در بچگی برده فروخته بودنش از بردگی در ماجراهای عجیبی رسیده بود به فرمان روایی و آخرش هم انتقام خاندانش رو گرفت افسانه شکست ناپذیری مغلها رو هم تمام کرد سردیسش هم امروز تندیس یا سردیسش هم در خارزم ازبکستان هست امروز یعنی مرزهای شرقی مغول ها اونطور کشیده شد مرزهای غربیشون هم اینطور کشیده شد ولی بین اینها شد سرزمینی به این وسعت توش شد صلح مغولی حاکم شد پکس مونگولیکا حاکم شد بر سیاق همون پکس رومانا که میگن دیویس سال دوران طلایی روم بود اینجا هم در این منطقه وسیع یک قدرت هژمون مسلط پایداری که حالا توش بازرگانا و تاجرا میتونن در امنیت برن و بیان و تجارت کنن و کالا بره بیاد و اطلاعات بره بیاد و دانش بره بیاد و ایده و هنر و تکنولوژی و اونم بین شرق و غرب دنیای اون روز یعنی دنیای اون روز همش همینه دیگه یعنی تا ته اروپا میشه ته دنیا کسی خبر از آمریکا و اینا که نداره که و برای اولین باره که برای دوره ای چنین طولانی و باثبات شرق و غرب دنیا به هم وصل میشن چین به ایران و بعد به شامات تا ساحل مدیترانه بعد حالا با پادشاهی اروپایی هم روابط دیپلماتیک برقرار میکنن یعنی ارتباطات به اون سمت هم گسترش پیدا میکنه حالا بیشتر از مسیرهای تجاری از قبل بود ولی در دوران مغولها تقویت شد توی این سرزمین ها از قبل بود ارتباطات تجاری بود ولی در اسکیلی بود که قبلا اصلا امکان پذیر نبود دیواری قبلا بین شرق و غرب بود که الان برداشته شد و یه عامل مهم دیگری هم که مغولها رو عامل انتقال دانش و فرهنگ کرد از شرق به غرب این بود که اروپایی درگیر جنگ صلیبی بودن اون موقع با مسلمون ها دل بسته بودن به این که شاید از طریق مت... مطل... بتونن مسلمون ها رو شکست بدن کلا خیلی وقتا دیدیم دیگه دو, ت... دو... دو, قدرتی که دو طرف یه قدرت هستن میخوان با هم ببندن وسطیه رو ساندویچش کنن اون شاهزاده چینی هم گفتیم میخواست با خارزشاهیان ببنده خلیفه عباسی هم یه زمانی میخواست با مغلا ببنده علیه خارزم شاهیان حالا هم اروپایی‌ها می‌خواستن با مغلا ببندن علیه مسلمان‌ها های مدتی رابطه و رفت و آمد و سفرا و هیئت‌های مذهبی و سیاحان و تجار و بازرگانان و این باعث شد که اروپا و غرب از فرهنگ و زندگی مردم شرق و علومی که بهش دست پیدا کرده بودن اطلاع پیدا بکنه سفرنامه های خیلی معروفی موقع نوشته شد مارکو پولو حالا خیلی معروف ترینشه اطلاعات رو اینا خیلی منتقل کرد از شرق به غرب تجار با خودشون خیلی کتاب بردن که توی اروپا ترجمه شد تجار ونیزی و جنوایی و اصلا همین که این مسیر دوباره برقرار شد و امن بود باعث شد یه تاجر ونیزی مثل مارکوپولو تا عمق آسیای شرقی بتونه بره و با دست پر برگرده تکنولوژی باروت رو مغلا بودن که از چین آوردن این طرف و نهایتا به اروپا تکنولوژی روز دنیا تو همین مسیری که مغلا برقرار کردن داشت منتقل می شد در هنر که اول که آمدن نابود شد مثلا نقاشی و هنر ایرانی ولی بعدش که مستقر شدن سبکای نقاشی مینیاتور از چین آمد تلفیق شد مثلا با نگارگری ایرانی یه چیز تازه ای درست شد که میشه پس هنر نقاشی که ما بعدا در دوره ایلخانی و تیموری و اینا میبینیم یعنی اینکه مغولایی که شرق و غرب عالم رو طی کردن و هر جایی رو که تونستن گرفتن و این همه ویرانی و کشتار و فاجعه به بار آوردن نتیجه های مثبتی هم داشتن که اتفاقا خیلی مهم بود و در سرنوشت جهان تأثیر گذار چون سهرانشین بودن قوم متمدنی نبودن با علم و دانش و فرهنگ پیشرفته ای که اون روز در چین و ایران و عراق و اینا بود واقعا نه آشنا بودن نه از حکومتداری و این چیزا چیزی میدونستان هر جایی که رفتن سعی کردن دانشمندان و دیوان سالاران و خلاصه آدمایی رو که اونجا سر از کار در می آوردن هم ازشون کار یاد بگیرن هم بیارنشون در کار چه در چین چه در ایران که مثلا نصیر دین توسی رشیدالدین فضل الله همدانی برادران جوینی به همه اینا امکان و فضای کار دادن خواجه نصیر گفتیم کتابخونه بغداد آتیش زدن و کتابا رو ریختن دجلو و اینا خواجه نصیر که در سپاه هلاکو خان بود از همون جا از توی بغداد کلی کتاب رو برداشت آورد مراقه کتابخونه مراغه را انداخت رصدخونه مراقه را انداخت با کلی از کتابایی که از بغداد نجات داده بود دانشمندان زیاد آمدن در براقه به همین اعتبار مرکز علمی درست شد رشید دین فضل الله هم یه کار مشابهی کرد ربعش رشیدی رو رو انداخت در دانشگاه مانندی بود در تبریز اون زمان را افتاد باز یه جایی بود که دانشمندانی جمع می شدن کار میکردن و اینا همه اون موقعی که اروپا در قرون وسطا هم هست دانش و فلسفه و فرهنگ اونجا رشد چندانی نداشته بعد یه فرصتی فراهم میشه که اینا با پیشرفت های جوامع این طرف آشنا بشن مخصوصا حالا با ترجمه و انتقال دانش از چین و برعکس این مسیری بود که تا اون موقع باز نبود مسیر چین تازه باز شده بود یا اصلا حالا چیزهای دمه دستی تر من قبلا به این خیلی فکر میکردم به چیزهایی که ما میخوریم یه سری غذاهایی که در ایران مثلا برنج حالا از قرنها پیش در ایران برنج دیده شده بود ولی این که برنج در ایران فراگیر شد عمومیت پیدا کرد در دوران مغل بوده انگار از چین آمده در واقع به اینجا به, ای... به, ایران و بعد به اروپا حتی بعضی از تاریخ نگار ها میگن که انواعی از نودل و پاستا و اینا هم اینجاست که از چین میاد میاد میاد, میاد، تا میاد میرسه به ایتالیا بعد در ایتالیا سنتش یه طور دیگری گسترش پیدا میکنه حالا اینکه حرفا چقدر دقیقه رو راستش من نمیدونم خیلی با اطمینان زیاد نمیگم ولی اینو خیلی ها میگن که در نتیجه ثبات و امنیت راهها در یک پهنه وسیع و سیاست های رواداری مذهبی و فرهنگی امپراتوری های مغول که خیلی کاری نداشتن که شما چه خدایی رو میپرستی خیلی چیزا رشد کرد میگن هم مثلا میگفتن که اینو توی یه اپیزودی هم ما راستی ساختیم تا اینجا نگفتم یه اپیزودی هم ما پنج سال پیش درباره مغولها ساختیم در پادکست بی پلاس اونم پیشنهاد میکن در واقع چنگیز خان بود اون بیشتر ولی اونم جالبه اونم پیشنهاد میکنم بشنوید اگه نشدید یا اگه شنیدید دوباره بشنوید این نکته رو اونجا هم گفتم که میگفتن که شما به جان خان دعا باید بکنید حالا به درگاه هر خدایی که خودتون میپرستید ما کاری نداریم شما چه خدایی میپرستید مادامی که شما دعاتون رو به درگاه همون خدایی که فکر میکنید بهتره و دعا بهش مستجاب میشه به جان خانه مغول بکنید این تیاست ها رو خیلی میگن که نقش داشت در رونق تجارت و تبادلات در امپراتوری مغل یا همین آزادی های مذهبی میگن باعث شد که خیلی از خیلی از گروه هایی که در امپراتوری مغل بودن اینا دوره درخشان تاریخ فکریشون یا شکوفاییشون بعدا متاثر از این دوره بشه مخصوصا برای اقلیت هایی که خود تحت ستم و سرکوب بودن مثل شیعیان یا مثل یهودی ها میگن که اینا رها شدن و کسی کاری به کارشون نداشت و خیلی هاشون اومدن دانش دانش رو که در حکومت داری داشتن یا در زمین های دیگه داشتن آوردن وسط و ما مغلا همکاری کردند بعضی ها مثلا میگن که مغلا این اقلیت ها رو رها کردن بهشون جایگاه احترام دادن چون اون وقت اینا می اومدن باهاشون متحد میشدن حالا اینا یه خورده بحث های پیشیده واقعا من چون نمیدونم مطمئن نیستم بهتره که توشون نرم ولی اینو میدونیم که خیلی از فرقه های مذهبی و عرفانی و اینا اون موقع خیلی رشد کرد تصوف خیلی اون موقع پا گرفت حالا یا شاید میخواستم مقلا که مثلا مردم سرشون گرم باشه به عوالم دیگه به عرفان و تصوف پر و بال دادن یا اینم که دلایل دیگه یا اینم که بالاخره همزمانی تاریخی خلاصه ولی دوران حکومتشون هم جالبه و البته که خب مثل بقیه حکومت ها با این همه دبدبه و کپکبه و فتوحات و اینا روزگارشون تمام میشه چی میشه تمام میشه؟ معمولا شروع امپراتوری ها خیلی مشخصتر پایانشون شبیه همه یعنی از یه جایی به بعد شروع میکنن به ضعیف شدن درباره مغل ها مثلا میگن از زمان کوبلای خان بعد از اینکه ایشون مرد فساد زیاد شد و مردم اعتراض کردن و پایان و حکومت واقعا پایان امپراتوری ها خیلی اینطوری که من دیدم فرقی با هم نمیکنه همون چیزی که تو کتاب تاریخمون بود ظلم و فساد درباریان و نمیدونم اشرت و ظلم به مردم و واقعا بیراه نیست انگار خیلی جاها همین داستان و واقعیتش همینه که خب ضعیف میشه ضعیف میشه و بعد حالا به شکلهای مختلف کارشون تمام میشه درباره مغلا اینم بود که خب خیلی این سرزمین ها گسترده بود بر همین بعد از چنگیز اصلا تقسیم شد بین چهار پسرش حکومت های مستقلی درست شد در این جاهای مختلف و این حکومت ها هر کدوم تحت تاثیر فرهنگ اون سرزمینی که توش بودن قرار گرفتن این فرهنگ عشیره قبیله خودشون هم خیلی به درد زندگی شهری حکومتداری نمیخورد اینم عوض شد تو ایرانش عوض شد تو چینش عوض شد و دیگه اینا شبیه هم هم نبودن هر کدومشون بر اساس اینکه به کدوم جامعه حکومت میکردن فرهنگشون شبیه اون شده بود بینشون اختلاف درست شد اختلاف بین نوه های چنگیز خیلی بالا گرفت هاشون افتادن به جون هم بعد مهارتشون که امتیازشون در مقابل جوامع دیگه با هم بودنشون بود مهارتشون در جنگیدن بود بعد از اینکه جاهای رو تصرف کردن و مدتی گذشت دیگه اونطوری نجنگیده بودن که مهارت های جنگیدن یادشون رفت به نشستن و شهرنشینی و اینها عادت کرده بودن گفتم مغولان مردمان زمان سخت و شرایط سخت بودن یه نقل قول معروفی هست که زمان سخت مردمان سخت درست میکنه مردمان سخت زمان راحت درست میکنن زمانه ای راحت مردمان راحت طلب و شلهمت درست میکنه و مردمان راحت طلب و شلهمت باعث میشن که دوباره زمانه سختی بیاد خیلی حرف دقیقی نیست از نظر تاریخی حرف قشنگی هست ولی حرف خیلی دقیقی نیست یه جاهایی یه چیزایش درسته در مورد مغولان اینطوری بود دیگه اینا نتونستن آخرش دیگه اون جنگجویان نبودن اون اونایی نبودن که بتونن اونطوری حکومت بکنن از زندگی خیلی خیلی سخت به زندگی خیلی راحت و پرتجملات و اینها رسیدن آدمهای ایاش و خوشگزرونی هم شدن انگار و بعدم توی هر کدوم از این سرزمین ها به یک علتی و به یک زمانی و به یک شکلی افتادن منتها در مجموع علل مشترکی داشت افتادنشون که همونهاییه که گفتیم این یه ای بود خیلی فشرده از داستان مغلها که حالا بتونیم داستان مغلها و ایران رو بگیم چند هفته بعد منتظر اون ویدیو هم باشید